سلام رفقا، همونطور که میبینید پشت سر من واینخت مارکت یا همون بازارچه کریسمس شهر اسن قرار داره. امروز قرار با همینجا رو بگردیم ببینیم که چی کارا میکنن اینجا، چیا میفروشن و اصلا چه خبر هست اینجا. همراه من باشید. خب همونطور که میبینید اینجا به شدت شلوغ رفقا و من اگر برم تو جمعیت دیگه نمیتونم براتون که ویدیوم صحبت کنم. برای همین توضیحاتی که میخوام بهتون بدم و میام بیرون جمعیت، تصاویر واینخت مارکت رو داخل ویدیو میبینید در ادامه. خب داستان واینخت مارکت از تقریبا دهه 14 میلادی شروع شده. اون موقع البته واینخت مارکت نبوده، اون موقع صرفا فقط یه بازارچه‌ای بوده که افراد میتونستن بیان گوشت یا چیزایی که مربوط به فصلهای سرد سال میشه رو اونجا بفروشن تو کشورهای اروپایی و به خصوص توی کشورهای مثل آلمان، اتریش، هلند. و اتفاقی که بود این بودش که سالهای بعد تو دهه تقریبا 20 میلادی این تبدیل میشه به واینخت مارکتی که ما الان داریم. تقریبا 70 80 90 ساله که این هست، که به این شکلی که میبینید کلی غرفه‌های مختلف قرار میگیرن اینجا. توی این غرفه‌ها هر کی هر چی که میتونه ارائه بده رو ارائه میده. داشتن این غرفه‌ها اصلا کار آسونی نیست و کلی مرحله اداری داره و خیلی تو صف وای میسن تا اینو داشته باشن. خب شاید با خودتون بپرسید که چرا اینقدر طول میکشه، چون که توی واینخت مارکت معروف بین خود آلمانیا که تو میتونی هر چیزی رو با هر قیمتی که بخوای بفروشی و کسی کاریت نداره. بنابراین همه دوستان که یه غرفه اینجا داشته باشن و بتونن بیان چیزایی که میتونن بفروشن ارائه بدن. البته کیفیتش هم خیلی مهمه. همونطور که دیدید اونجا هم سن گذاشته بودن، احتمالاً قرار برنامه‌ای باشه ولی فعلا خبری نبود. اما اینجا خیلی شلوغه، طرز عجیبی، نگاه کنی. البته این که الان امروز جنبه هم هست اصلا توی شلوغی بی تاثیر نیست، ولی در مورد این که اصلا فلسفه واینخت مارکت چی هست باید بهتون بگم که ببینید واینختن همون جشن کریسمس هست، تولد حضرت عیسی مسیح هستش که جشنش میگیرن. نکته که هست اینه که 25 دسامبر روز کریسمس هست، بهش به آلمانی میگن واینختن. تقریبا از اواسط نوامبر تا همون 25 دسامبر این واینخت مارکت هست، اما حالا فرق میکنه جای مختلف. توی خود آلمان تقریبا 1500 تا 3000 تا جای مختلف هستن که شهرهای مختلفن، حالا حتی شهرهای خیلی کوچیک که خب عددشو ببینید دیگه، 1500 تا 3000 تا جاهای مختلفی که واینخت مارکت رو برگزار میکنن. یعنی یه همچین غرفه‌ای میان واینخت مارکت برگزار میشه و زمانی که اینا داخلش برگزار میشه متغیره، از چند روز گرفته تا چند هفته. مثلا تو همین اسن واینخت مارکت از اگر اشتباه نکنم 17 نوامبر تا 23 دسامبر برگزار میشه. روزای تعطیل هم برگزار میشه که حتی جمعه ها و شنبه ها که آخر هفته میشه تا ساعت 10 شب، از 11 صبح تا 10 شب. یه سری از دوستای منم امشب میان همین واینخت مارکت، اگه موافقید بریم پیششون ببینیم که کجان. من واقعا نمیدونم کجا، ازشون جدا شدم برای تصویر برداری اینا و گمشون کردم. بهشون زنگ بزنیم ببینیم کجا، بریم پیششون ببینیم دارن چیکار میکنن. چقدر سخته پیدا کردن آدم ها اینجا، خیلی سخته. آره ولی خوشبختانه پیداتون کردم. اوه چه خبره، چه میکنید؟ سلام. به آقای ابی هستم، امه خواهم چکریم. آره زمان لسیم. به به به، تازه رسیده از سفر نامردا. تو آیناتون هم که تنهایی خوردیم دیگه. خب نعیمه تازه یه سه هیجان انگیز هم خوردیم نبودیم. چی؟ باید سنگ بویله، درست گفتم؟ بله. چی بود ابی جان؟ توش چی بود؟ ببین یک گلوواین روش زرقام میریزه و بعد یه دونه قند. فارسی صحبت کن میزحمت، من در حد زیر دیپلم. مقدار الکلش زره بیشتر از گلوواین معمولی. بله. و برای بچه‌ای مثل شما که تو مسیر ریشونگ درستی هستی خواهش میکنم. واو واو.
خیلی خف. اینو خوردید الان؟ بله. ما دو تا جلوی. الان دو تا جلویم، باید برسونی خودتو. خب بچه‌ها من برم. اگه قول بدی بلاگتو یه ذره کوچ کنیم، میتونیم بریم یکی دیگه بزنیم. قشنگ شاکیان ازم. من فکر کنم یک ساعت پیش ازشون جدا شدم برای تصویر برداری رو گرفتن تا اینجا. الان واقعا حق دارن شاکی باشن. ببخش. بچه‌ها یه برف خیلی خیلی ریزی هم داره میاد، فکر نمی‌کنم شما ببینید ولی ما می‌بینیم. یه چند تا پرش دیدید تو کانال، خیلی جالب. الانم بریم اون سمتی، خیلی شلوغه واقعا اینجا، شلوغه و فکر نمی‌کنم بتونم حالا توی جمعیت لابلای جمعیت بازتون ویدیو بگیرم، ولی سعی می‌کنم. بچه ها بهتون گفتم اینجا هر سنفی میاد وسیله‌هاشو میاره، اما اینجا مثلا داره شال گردن و جراب و اینجور چیزا دارن میفروشن. اینجا هم که لوازم بدلیجات و اینا، اینجا هم که وسیله های تزیینی و اینا گذاشتن. بچه ها بریم اینجا رو بالا ببینیم چه خبر هست اینجا. اوه اوه چقدر خوبه اینجا. بچه ها میبینید برفو داره برف میاد، خیلی جالب بود این صحنه. به به خیلی هم خفن. این بالا هم آوردمشون دیگه، بگید دیگه چی میخواد. من خودم این بالا پارسال نیومده بودم، امسال بچه ها بودم تا حالا رفتیم بالا؟ گفتم نه. من خب بریم بالا ببینیم چه شکلیه. جالبه ولی واقعا خوشگله. این کافه‌ای که من توش کار میکردم یادتونه؟ این کافه رو، کافه اکستروبلات، دقیقا همینجا، یعنی تو همین کندی پلاتس، اینجا دقیقا جایی که بهش میگن کندی پلاتس. توی ویدیوی شهر اسن من براتون توضیح داده بودم که اینجا کندی پلاتس هست در شهر اسن. میبینم که میخواید پاستا بخوری. بله، پاستا هیجان انگیز، پاستا خوب خوشمزه. واقعا یه چیزی بهتون بگم بچه‌ها، یه خاطره واسه تعریف کنم. من پارسال تنهایی اومدم با ایناکس مارک، همینجا رفتم پاستا خوردم. پاستاهاش پاستاهای خوشمزه ایه، خیلی پاستاهای خوشمزه و خوبیه. واقعا خوب پاستاهای بهتون، واقعا پاستاهای خوبی دارم عزیزم. واسه این چیزا ولی صفاش الان صفاش خیلی خوبه. یه ذره است مثلا چند نفر بیشتر باشم نیست. من یادمه اون زمانی که اینجا اومدم پاستا بخورم، یه صف طولانی داشت، تقریبا یه 10-12 دقیقه تو صف بودم تا نوبتم بشه. خلاصه که اینجوری هست دیگه. بریم اون جلو، اون جلو هم واسهتون ویدیو بگیرم ببینید پاستا رو چه جوری درست می‌کنن. بچه‌ها ببینید این پنیرها اینو میتراشنه، بعد اینو داخلش که بعد از اینکه اونجا درستش کردن، اینجا داخلش میچرخونن که پنیری بشه قشنگ، پنیر بره به خوردش و بعد میریزن که توی ظرفا و میدن اونجا هم درستش میکنن. خیلی پروسه جالبی داره. ما گرفتیمش، چقدر قیافه خفنی داره. اینجا رو ببینید، حالا ما صحبت میکنیم همیشه از فرهنگ و این جور چیزای آلمانیا که حالا خیلی تمیزی هم دارن اینا، ولی خب تو این مواقع با این که سطل آشغالم این اطراف هستش ولی گذاشتن اینجا و خب نبردم به نظر اونجا، اینجور چیز دارم میبینیم دیگه. Lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? خب همینطور که داریم اینجا رو میبینیم به رفقایی که در طی پروسه مهاجرت تحصیلی به کشور آلمان هستن و میخوان کارهای مهاجرتشون رو خودشون انجام بدن، اینو بگم که حتما این کانال رو سابسکرایب کنید، چون کلی ویدیو در مورد این موضوع هست که میتونید کاراتون رو خودتون انجام بدید با اطلاعاتی که داخل ویدیو هستش.
با جزئیات واقعا خیلی هاشو توضیح دادم و علاوه بر اون حتما با کد معرف حساب انصاری در سایت افلاجای منی ثبت نام کنید تا بتونید که 20 دقیقه مشاوره رایگان بگیرید از بچهای خوب افلاجای منی در مورد بحث مهاجرت تحصیلی و همچنین اگر که احیانا بخواید که کاراتونو به تیم کاملا معتمد من و بچهایی که کارشون رو واقعا بلدن و متخصصن توی بحث مهاجرت تحصیلی بچه‌ها تاکید می‌کنم مهاجرت تحصیلی به کشور آلمان این کد تخفیف رو وقتی استفاده می‌کنید اونجا یه تخفیف خوبم شاملتون میشه اطلاعات بیشتر رو خودتون ببینید داخل سایت افلاجای منی که چرا من این بچه‌ها رو بهتون معرفی می‌کنم بریم بقیه وایناکس مارکو بهتون نشون بدم چاکری خب دیگه چه خبر دوران حج بابا خدا وکیلی تو اندازه 3 نفر غذا میخوری ها پدر مادر چجوری از دست تو برمی اومدن حج فرزندم آخه آها همونه مثل ما نیست ولی اون کم میخوره آه نه دیگه تو نمیذاری اون بخوره اصلا به خدا این چه اشتهایه بیا دارم میفهمین بفهم چی ها کدومو لانگوش ما هنوز تو تر خب این در وگتاقیش داره و با مثلا اشپک و اینا فارسیش چی میشه؟ اشپک نمیدونم وگتاقیش میدونم ولی دیگه اشپک رو نمیتونستم واسه بچه ها ترجمه کنم چیز میز شده میشه یه حالت بیکن خوب شده آها بیکنش رو میدونم آره حالت بیکن بله نوش جان این با یه اشتهایی میخوره یعنی من هم گوشتم شو اینجا مناشو داریم بچه ها تونوشو نگیرین نه لاکسش هم نگیرین با سالامیش فکرم خوشمزه است با شینکم اصلا باید خوشمزه باشه تجربه ندارم کدومش رو تجربه داری سپیده ببین ما پیروز با امیر کلاسیکشو خوردیم کلاسیک کدومه دارغام داره خامتورش آره نوبلخ داره یعنی سیرو اولیون اویل و پنیر و یه ذره جعفری میرزه بله خوشمزه به نظر اینا همه اینا یه سوال اینا همشون چی دارن؟ پاستا هست؟ نه اینکه پاستا نیست ببینید یه نه نگاه کن یه خمیره مثل پیاشگاه خودم هست خب من اینطوری پهنش میکنم و تو روغن زیاد فرکنم این خمیره پیاشگاه خودمونه اینا که ظرفیه چیه دست این خانومه هست؟ همه که این دست دیگه همینه دیگه من چیزم تو بشقا من روشو پر میکنم آه خب من روشو پر میکنم بعد خمیرش میشه خمیر روشو مثلا با پنیر رو نمیدونم سس و جعفری خیلی هم عالی بریم ببینیم چه جوری آره به نظر منم هیجان انگیز به نظر میاد من شاید با یکی مشترکاً یه نصفه بگیرم بچه‌ها ببینید خیلی باحال این نونا رو میذارن داخل این چیزه آه اونجا خمیرش آه از اولش بگیم ها خمیرش خودشون درست میکنن راست میگی آره بعد پهنش میکنه با دست اونجا بعد پرتش میکنه صفنا پرفکت از اینجوری میشه میاد اینجا اینجوری روغنش گرفته میشه میره این و بعد که میره این و میاد میشه اینجوری میشه اینجا هم پنیرهای مختلف و از اون برم گرجه و سبزیجات و اینا هم بهش اضافه میشه و اینجا هم از ادویه گذاشتن و سس قرمز و اینا که هر که خواست خودش هم بهش اضافه میکنه و میاد الان نگاه کن چرا خفن شد نوی جان خیلی خوشمزه به نظر میاد آره امتحان کنیم دیگه نه خوشمزه است قرار شده منو ابی قرار شده با هم نت بزنیم یه کلاسیک بگیریم با هم نت بزنیم ببینیم چی میشه بچه ها غذا ما آماده شد چی گنده هم هست واسه ما اختیون خب اینو اینجوری باید لقمش کنیم خوبه مطمئنه نمیدونم دست مان از خوش سنه میگن که دهنه رو تمیز کن بیا در فرق ولی خیلی خوشمند هست واقعا باید امتحان کنیم خب بچه ها دیگه تقریبا اینجا گشتیم وایناکس مارکت اسن رو و بهتون نشون دادم همه جا رو یه نکته ای رو من بگم قبل از اینکه بچه ها نکته رو بهتون بگم اینجا سه شنبه ها برای دانشجو تخفیف داره بچه هایی که دانشجویی دارید میبینید وایناکس مارکت اسن رو که مطمئنم شاید شرایط دیگه هم اینجوری باشه سه شنبه ها برای دانشجو تخفیف داره اینو گذاشتم آخرش به بچه های خوبی که تا اینجا دیدن بگم یه نکته دیگه هستش رضا جان میخواد بهتون بگه خوبه عزیزم تشکر میکنم که تو این ویدیو همراه ما بودید
برای ویدیوهای بیشتر دوست عزیزم حسامو سابسکرایب دقیقاً و لایک کنید، لایک کنید، ویدیوها رو سیو کنید، برای دوستاتون بفرستید لینکاشو. ممنونم، مرسی. عین موجه شبکه 3 اون خوباشون بود. مرسی عالی رضا جان. خب بچه‌ها خدافظ، دم همتون گرم. مرسی مرسی، ممنونم. هوا هم سرده، متشکرم. مثل همیشه رفقا دوستتون دارم، مراقب خودتون خیلی باشید، تا ویدیو بعدی، فعلا.